سلام عزیزانم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ بله، من هم اگه شما را بسیار شاداب میبینم. شادابی شما البته نمانگر عزیز که شما درس روز گذشته را خواندین، کار خانگی مربوطش انجام دادین و به درس امروز آمادگی کامل دارین، مواد درسی را با خود دارین، یعنی قلم، کتاب، کتابچه و بخش هندسی چون مضمون ریاضی بخش هندسه هستم. و حتما درس گذشته را به یاد دارین که ما شما درس گذشته را خوانده بودیم که دو مثلث از زمانی با هم انطباق پذیر می باشند که دو زاویه و ضرب بینشان چی باشه؟ با هم مساوی باشه. بسیار خوب، امروز درسی را که ما شما می خوانیم البته موضوعش است انطباق پذیری دو مثلث از حیث سه ضلع مساوی. صفحات کتاب شما البته 143 و 144 است، یعنی می صفحات شما بکشین ببینین کمی درس ما شما دنبال میکنیم. دو ادب داریم در درس عزیزا. اول شما باید بفهمین که وقتی که دو مثلث سه ضلعش با هم مساوی باشه، پس اینمی دو مثلث با هم انطباق پذیر است بدون از اینکه شما زوایش مساوی قبول کنید. دو، از این خاصیت در انطباق پذیری مثلث ها استفاده کرده بتانید، یعنی وقتی که شما هر مثلث برتان بته شما از این خاصیت استفاده کنید و دو مثلث انطباق پذیریش ثابت بسازید. این دو ادب بسیار خرد و کوچک و بسیار ساده. به خاطر از اینکه این موضوع رو ما شما خوبتر دنبال کرده باشیم، امی یک سوال کتاب شما طرح کرده، ما شما مشترکاً می‌بینیم که اینمی چه قسمی می‌فهمیم که ما شما دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. ببینید، انطباق پذیری دو مثلث از اساس سه ضلع مساوی. متن برای شما می‌خوانم. اگر سه ضلع یک مثلث با سه ضلع مثلث دیگر مساوی باشند، این دو مثلث با هم دیگر چه رابطه ای دارند؟ عزیزا شما در این مورد فکر کنین که دو مثلث با هم چه رابطه داشته باشند؟ اینی دو مثلث برای شما میگیم، یعنی A, B, C یک مثلث و A زبر، B زبر، C زبر مثلث دیگر. در اینجا شرایط برای شما داده، A, B با A زبر، B زبر مساوی است، یعنی تو خطک داده. ببینین عزیزا، یعنی خطک ها نمانگر عزیز که این دو ضلع با هم مساوی است. بعد B, C این ضلع با ضلع بی زبر سی زبر که دو خطک داده در اینجا و در اینجا، یعنی نشان میده که ضلع بی سی با بی زبر سی زبر مساوی است. و همچنان ای سی که سه خطک داده، ببینید، با ای زبر سی زبر مساوی است. در اینجا موضوعات چه نوشته کردن؟ ای بی با ای زبر بی زبر مساوی، ای سی با ای زبر سی زبر و بی سی مساوی با بی زبر سی زبر. شما در این مورد بگین عزیزا، این چی میشن؟ دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. بسیار خوب، به خاطر از انطباق پذیر عزیزا که سه ضلع یک مثلث که با هم مساوی باشن، پس سه زاویشان با هم مساوی می باشن. یعنی بازم تکرار میکنم، در مقابل اضلاع مساوی زوایای مساوی و برعکس در مقابل زوایای مساوی اضلاع مساوی همیشه قرار می داشته باشن. پس شما هر زمانی که سه ضلع یک مثلث را ثابت کرده بتونید با هم مساوی است، پس خانخوا حتما همون دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. حال یک فعالیت کتاب برای شما واگذار شده، این فعالیت شما انجام بدین. این فعالیت مثل فعالیت درس گذشته شما عزیزا، ببینین ما مشترکاً برای شما راهنمایی میکنیم، باز خود شما این فعالیت البته انجام بدین. در این فعالیت گفته دو قطع خط ای زبر بی زبر مساوی به ای بی مساوی به 5 سانتی متر رسم کنید، یعنی یک قطع خط که طولش 5 سانتی باشه، دو قطع خط که ای زبر بی زبر مساوی به ای بی باشه، شما گفته رسم کنین. روی این دو قطع خط دو مثلث بسازید طوری که ای سی مساوی به ای زبر سی زبر و مساوی به 7 سانتی متر باشه و بی سی مساوی به بی زبر سی زبر مساوی به 4 سانتی. یعنی در این دو ماده معلوم میشه که هر دو مثلث هر سه ضلعشان با هم مساوی است، یعنی شما دو مثلث دارای اضلاع مساوی رسم میکنید. ببینید، آل گفته مثل درس قبلی یک کاغذ شفاف روی ای بی سی قرار داده، یعنی روی مثلث ای بی سی قرار داده و مثلث A دو زبر، B دو زبر، C دو زبر رو ببرید، یعنی بالای ازی وقتی قرار میتین، ببینین به این شکل کاغذ شما به می شکلی را قیچی میکنین، اینه به می ترتیبه قیچیش میکنین. این وقتی قیچی میکنین مثلث سی میره نامش رو ببینین A دو زبر، B دو زبر و C دو زبر. این مثلث A دو زبر، B دو زبر، C دو زبر را روی مثلث A زبر، B زبر، C زبر قرار بدید، چه اتفاقی میفتد؟ از واسه که ما برای شما راهنمایی میکنم، باز خود شما انجام بدین. یعنی تو اتفاق مفته که شما دو مثلث اول انطباق پذیر رسم کردین، یعنی ای بی سی و ای زبر بی زبر سی زبر.
خب مثلث سه می ره که ای دو زبر بی دو زبر سی دو زبر از ایره هم بالای مثلث ای بی سی ماندین، ای زبر بی زبر سی زبر ماندین خطا کردین. پس هر سه مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. این فعالیت شما اجزا و این خود انجام بدین، یعنی با خود انجام بدین و نتیجه را ببینین که شما از چی نتیجه میگیرین. به خاطر از اجزا شما مطلب را بهتر بفهمین، یک مثال برای شما کار میکنم. ببینین مثال کتاب شما را. مثال اول، در دو مثلث A, B, C، یعنی اجزا ببینیم مدجه برای شما نشان میتم. A, B, C و E, C, D. E, C و D. ببینید؟ در اینجا. آیا این دو مثلث با هم انطباق پذیر هستن؟ در صورتی که A, D، یعنی خطا ببین اجزا A, D، اینجا برای شما نشان میتم، بعد تخته هم برای شما حلش میکنم. A, D و E, B، یعنی خط. ببینید اجزا؟ این اینی خط. اینه میره گفته قطرهای دایره است. ببین نجزا وقتی که قطرهای دایره باشه، ما برای شما در این تخته اینجا ببینید رسم کنیم به خاطر اینکه زیاد وقت نشه، بسیار به سادگی ما شما میتونیم سه جوری مثلث با هم چی کنیم ثابت بسازیم که با هم مساوی هستند. با دلیل از اینکه با فرقی که شما اینو باید بفهمین که شعای دایره و قطر دایره تعریف کرده بتانین. وقتی که شما شعای دایره و قطر دایره را بفهمین، در صورت شما ثبوت این دو مثلث بسیار ساده است. ببینین ما در درس برای شما تشریح میکنم در این مثال مربوطه. ببینین گفته دنیمی دو مثلث یعنی A, B, C و E, C, D ای را گفته یکی یک برنگ سرخ رنگ کردیم و دیگه برنگ سبز. گفته بگین که این مثلث با این مثلث انطباق پذیر است، مگر شرط داده. گفته که A, B با E, D مساوی است. نوشته میکنم که A, B، ببینید قطع خط ای بی مساوی با ای دی، مساوی با ای دی. ای قرار چی است؟ قرار فرضیه، یعنی ایره در کتاب شما گفته، در کتاب ایره مساوی رسم کرده برای شما. خب حال میبینیم، ببینید عزیزا ای سی شعای دارد، یعنی ای دی قطر دایره است، یعنی خط قطر دایره. وقتی که قطر باشه شعا نیم قطر است. بسیار خوب، پس ای سی هم شعا میشه و اینجا چون بی قطر دایره است، پس بنان بی سی هم شعا دایره میشه. یعنی شعات دایره کدام میشه؟ ای سی، بی سی، ای سی و دی سی، یا شعات دایره است. شعات دایره شاگرد عزیز برای همیشه با هم مساوی است. پس وقتی که با هم مساوی باشن، آره میبینیم در این مثال است، این ذره ثابت کردیم با هم مساوی است. یعنی اینجا خط میگیرم، باش که مارکر سرخ بگیرم خوب برجسته‌تر شود. این ذره با این ذره قرار فرضیه گفته با هم مساوی است. حال میبینیم این ذره یعنی ای سی را ببینید دو خط میکشم. ای سی با چی مساوی است؟ با دی سی. با دی سی قرار چی؟ قراری که از دو شعای دایره است. نوشته میکنم در اینجا ای سی مساوی میشه با دی سی. این هم قرار چی؟ قرار شعای دایره. من فقط دو ذره ثابت کردیم، مال فقط یک ذره دیگهش مونده. ذره دیگه را میبینیم که ای سی هم شعای دایره است و بی سی هم شعای دایره است. اینجا بیخی نوشته میکنم، ببینید از این اینجا نوشته میکنم شعای دایره اینا هم، ببینید این هم شعای دایره. پس بنان این هم شعا، این هم شعا. پس آن میبینیم که وقتی که ما شما زای سیوم که عبارت از کدام زال هستن، یعنی ای دو زاله که بی سی را گفتیم، ای سی مساوی با دی سی شد، ای دو زاله ببینیم. اینجا سه خط میکشم، یعنی زال بی سی مساوی با چند است؟ ای سی. قطع خط بی سی مساوی میشه با ای سی. این هم قرار چی؟ این هم قرار شعای دایره. حالا ببینید عزیزان در این مثلث ای بی سی سعی کنین ای بی با دی ای مساوی شد، یک زل. ای سی با دی سی مساوی شد، دو زل. و بی سی با ای سی مساوی شد، زل سیم. پس بنان وقتی که سه زلی مثلث با هم مساوی باشن، پس این مثلث چی هستن؟ انطباق پذیر است. وقتی که سه زل مساوی ساختیم، پس سه زاویشان خود بخواه با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. بسیار خوب، مثال دوم کار میکنیم عزیزا. مثال دوم، خب بخاطر اینکه مثال دوم برای شما نوشته کنم، یک مرتبه تخته را البته آماده میکنم برای مثال دوم.
مثال دوم هم میخوانیم اجزا. ببینید در مثال دوم گفته اگر یک قطر مستطیل را رسم کنیم آیا مستطیل به دو مثلث مساوی تقسیم می شود؟ چرا؟ بسیار ساده است اجزا. ما شما یک مستطیل را رسم می کنیم. ما شما مستطیل را تعریف کرده بودیم که مستطیل چهارضلعی است که چهار زاویه قائمه باشه، اعضایش دو به دو با هم چه باشه؟ مساوی باشه. با این می تعریف ما شما می تونیم که این را البته انطباق پذیری از این را ثابت کنیم. ببینید ما یک مستطیل رسم میکنم. عزیزا خوب متوجه باشین، یک مستطیل رسم میکنم به این ترتیب. ببینید اگر من این اندازه گیری کنم این ضلع بالا را، این میشن البته 10 اینچ و این هم که اندازه کنیم این هم برابر چند هستن؟ دمو 10 اینچ است. پس آن وقتی که مثلث این مستطیل ما شما نامگذاری کنیم A, B, C و D، حال گفته دهی که شما قطر همین مستطیل رسم کنین، بعد بگین که بعد دو مثلث انطباق پذیر تجزیه میشه یا نه. ما آل قطر از این رسم میکنم. ببینین عزیزا قطر از این نقطه نقطه میگذارم تا با اضلاع اساسیش فرق شوه. باش یک ذره منظم تر بی عزیزا و این ترتیب. آلی ببینین عزیزا در اینجا گفته که در اینجا آیا با دو مثلث انطباق پذیر تجزیه میشن؟ بسیار. آلی میبینیم اینی مثلث یک یعنی مثلث ای بی دی است. ببینین نوشته میکنم مثلث ای بی دی یک مثلث و مثلث چند؟ بی دی سی. بی دی سی مثلث دوم. گفته آیا بگین دو مثلث که مثلث دوم است با هم انطباق پذیر است؟ عزیزا بدون از اینکه من تشریح کنم شما بسیار به سادگی میفهمین که دو مثلث با هم انطباق پذیر است. به دلیل از اینکه سه ضلع مساوی از این باید ثابت کنم. ببینین در اینجا اول در این طرف نوشته میکنم ضلع ای بی در این مثلث، یعنی در مثلث اینجا نوشته میکنم اول مثلث ای بی و دی. در این مثلث میبینم ای بی و مثلث چی؟ بی دی سی. بی دی سی مثلث. ای بی در مثلث ای بی دی مساوی میشه با کدام ضلع است؟ دی سی. مساوی میشه با دی سی. قرار چیش عزیزا؟ قرار البته اضلاع مقابل مستطیل، یعنی قرار اضلاع مقابل مستطیل به این معنی که دو ضلع مقابل هر مستطیل با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. یعنی اینمی زل با ای زل مساویست و همچنان ای زل مستطیل با ای زلش با هم چی هستن؟ مساویست. حال نوشته میکنم در اینجا زل دوم هم میبینم بی دی در اردو مثلث ای بی دی و بی دی سی مشترک است. نوشته میکنم که بی دی ای مساوی میشه با خود بی دی. قرار زل مشترک فقط حال یک ضلع دیگه موند، ولی ضلع دیگه ما شما که تیار گفتیم که ای بی مساوی به چی باشه؟ بی سی باشه. نوشته میکنم که ای دی مساوی به بی سی. ایام قرار اضلاع مقابل مستطیل. بسیار خوب. ببین از ضاله در امید دو مثلث که به شما رسم کردم، یعنی در این مثلث این مثلث ای بی دی و بی دی سی از دو با هم چی هستن؟ انطباق پذیر هستن. اینجا نوشته میکنم که در نتیجه مثلث ای بی دی ای انطباق پذیر است با مثلث بی دی سی، یعنی این مثلث با این مثلث. بسیار خوب، این بود مثال دوم. البته فقط آن درس بر شما طور خلاص بر شما البته پیشکش میکنم. ببین عزیزای گرم، ما شما البته گفتیم که ارگاه در دو مثلث هر سه ضلعشان با هم مساوی باشه این دو مثلث با هم چی هستن؟ انطباق پذیر است. و این بود البته موضوع خلاص درس بر شما پیشکش کردم. کار خانگی شما البته عزیزا است، کار خانگی صفحه 144 کتاب درسی شماست که متشکل از دو سوال است، سوال اول و سوال دوم. این دو سوال شما پیش خود عزیزا حل میکنین با امید از اینکه بسیار بسادگی بتانین این کارخانگی را حل کنین.
ای بود از درس امروز ما. البته تا درس آینده که من خدمت شما حاضر میشم، اما که شما را برای پاک مسپارم. از توجهتون تشکر.